أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اشکره و استغفره و اتوکل علی و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الاطيبين الاطهرين وصحبه المنتجبين وان تبعهم باحسان الى يوم الدين وصل على ائمه المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقيه الله في الارضين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم و همه خواهران و برادران عزیز و نمازگزار را توصیه به حفظ تقوا می کنم. مسیر زندگی ما انسان ها لحظه به لحظه با خطرات و زیانها و مشکلات مواجه است. تنها وسیله نجات ما انسانها و تنها وسیله سعادت و خوشبختی ما رعایت تقواست. اگر این اصل را در برنامه های شخصی، جمعی و اجتماعی ما مد نظر داشته باشیم، قطعاً برکات الهی شامل حالمان بیش از پیش خواهد بود. لذا مأموریم هم خودمان تقوا را رعایت کنیم و هم دیگران را وادار به رعایت این راه سعادت و نجات بنماییم. امیر بیان امام سفید رویان علیه افضل صلوات المسلین فرمودند: الا فسونوها و تسونو بها، و هوش باشین، تقوا رو حفظ کنین و با تقوا خودتان را از همه خطرات محافظت کنید. در آستانه مناسبت‌های بزرگ قرار داریم. میلاد دهمین امام همام حضرت هادی علیه افضل صلوات المسلین که در خطبه دوم اشاراتی به شخصیت و به شیوه زندگی اون بزرگوار خواهیم داشت. مسائل روز جامعه اسلامی و افغانستان از موضوعات است که در خطبه دوم با اونها از باب وظیفه می پردازیم. در خطبه اول به دلیل عظمت و بزرگی عید سعید قدیر خم عید الله الاکبر بحث خطبه اول و در واقع موضوع که در خطبه اول پیگیری می شود بحث از قدیر و جایگاه قدیر و به عبارت بهتر نقش تاریخی و اعتقادی قدیر خم را در میان
امت اسلامی به اندازه که زمان و شرایط در نماز جمعه اجازه بدهد پی میگیریم و مطرح خواهیم کرد. پیشاپیش این مناسبت بزرگ و استثنایی را در تاریخ اسلام و در طول سال محضر آخرین ذخیره الهی و امید بشریت و همه مسلمین عالم به شما نمازگزاران، خواهران و برادران تبریک عرض می کنم. نکته ای را که لازم می دانم عرض بکنم، عید سعید اضحا که پشت سر گذاشتیم عید قربان و عید سعید غدیر به نحوی با همدیگه مقارنن، نزدیکن و در حقیقت نتیجه تقرب و نزدیک شدن به خداوند و تکمیل مراسم حج در عید سعید غدیر ظهور میکنه و تجلی میکنه. به همین دلیل است که بحث از غدیر را با اشاره و با نگاهی به مراسم حج آغاز میکنم. همه میدانین الان هم هممان به شکلی منتظر حاجیان و نمایندگانمان که به عنوان مهمانان حضرت حق به مکه معظمه عزیمت کردن و سفر کردن منتظر ورودشان در سراسر جهان اسلام هستیم. حج مظهر اقتدار امت اسلامی است، مانور قدرت مسلمانان است در مصاف با دشمنان اسلام. هر سال حداقل 2 میلیون انسان، حداقل عرض میکنم، از سراسر جهان بشری در یک نقطه معین و مشخص هر سال گرد هم جمع میشوند با چند ویژگی یا با چندین ویژگی. همه یک نوع لباس دارند، همشان یک شعار دارند: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. همه یک هدف دارند، همه یک مناسک و یک نوع عبادت را دنبال می کنند و انجام می دهند. این مانور قدرت است. کدام مکتب، کدام باور در دنیا این جایگاه و این قدرت را دارد؟ کهنه نمیشه. شما میدانین خیلی ها عاشقن، عازم شون، اما نوبت نمیشه، ظرفیت محدوده. حج واجب در همین حد است که عرض کردم. پس مسئله حج مظهر اقتدار امت اسلامی است. نکته مهم میره که در ارتباط با غدیر عرض میکنم، پیامبر بزرگوار اسلام با بیان الهی مردم را مطلع کرد که این حج آخرین حج است. پیامبر متولد مکه است، از مکه مهاجر شده به مدینه، از مدینه برگشته مکه رو فتح کرده، اما در آخرین حج که معروف شد به حجۃ الوداع، خداوند به پیامبر تفهیم کرد و بیان کرد که این مراسم با این عظمت آخرین مراسم است که تو حضور داری و شخصا او را رهبری میکنی و هدایت مردم را به عهده داری. لذا باید در برنامه مهم حجۃ الوداع مسئله رهبری پسا از خودت را به شکل جدی و به شکل اساسی و به عنوان یک راه
مسئول از هر مشکل برای ادامه حرکت اسلامی و حرکت الهی و نبوی مطرح کنی. به همین دلیل است که بالندگی این حج و بالندگی این برنامه و بالندگی این مدیریت در بین همه مأموریت‌ها و برنامه‌های پیامبر استثنایی است. پیامبر سرآمد همه انبیاست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اما در بین برنامه‌های پیامبر مدیریت جریان غدیر عظیم‌ترین و سنگین‌ترین و اساسی‌ترین و مؤثرترین برنامه‌ای بوده که خدا به عهده پیامبر گذاشت، با اون ویژگی‌هایی که با یک دقت انسان می‌تواند به اعماق ماجرا برسد، این برنامه مدیریت شد. مسئله بعدی اهمیت غدیر خم است. واقعه غدیر از مهمترین وقایع تاریخی اسلام است. اولا در آخرین روزهای حیات پیامبر برنامه ریزی شد. در سال دهم هجری هنگام بازگشت از حجۃ الوداع، آخرین حج، معلومه معروف شد به حجۃ الوداع، اونم در بین این همه مشاهد عزیزانی که مکه رفتن و نرفتن میتوانن بفهمن چرا در عرفات صورت نگرفت، چرا در منا برنامه ریزی نشد، چرا در مسجد جوفه در جمرات برنامه ریزی نشد، چرا در مسجد خیف برنامه ریزی نشد، چرا در مشعر برنامه ریزی نشد. معلومه یه جریان استثنایی است. در یک نقطه مخصوص به نام غدیر خم در اونجا این برنامه ریزی شد. هم ویژگی های زمانی و مکانی استثنایی است و هم اصل برنامه بسیار مهم است. من تجربه کوتاهی را که دارم، همه عزیزان اونهایی که توفیق حضور در نماز جمعه نصیبشان شده و کسانی که صدای منو از طریق رسانه ها میشنوند، الحمدلله فضای مجازی بستر مناسب و قابل اهتمام است برای رسانیدن حقایق. تنها نکته ای را که میتوانیم به راحتی به عمق ماجرا برسیم، خواندن کامل و دقت کامل در خطبه ای است که در این برنامه، در این سرزمین توسط پیامبر بزرگوار اسلام ایراد شده. بقیه ویژگی ها را بمانیم. از آغاز تا پایان این خطبه خواندنش انسان را به اندازه خواندن همه معارف اسلامی روشن می کند و نورانی می کند و انسان را مخلص و با بصیرت می گرداند. خب غدیر از نظر لغت به معنای آبگیر است، به معنای تالاب است، به معنای حوضچه است، یه جای طبیعی که آب باران اونجا جمع میشه و در اصطلاح به او میگوین آبگیر، محل که به شکل طبیعی پخش است و بخش پست زمین است، آب باران اونجا جمع میشه، اونه میگن در لغت غدیر. سرزمین غدیر که برنامه عظیم عید سعید غدیر خم در اونجا اجرا شد، در بین دو شهر بزرگ جهان اسلام قرار دارد. یک طرف مکه با فاصله 200 کیلومتر و طرف دیگر مدینه است. در فاصله 26 کیلومتری شهر رابغ نقطه است که به شکل یک چهارراهی قرار گرفته و حاجیان و بازرگانان، افراد
همه مناطق جهان اسلام در این نقطه به همدیگه میرسن و ملاقات میکنن و از این نقطه است که از همدیگه جدا میشون. هم موقعیت از نظر فضا استثنایی است، هم از نظر ارتباط و از نظر جغرافیایی. خواستم ذهنها یک مقدار حساستر شود این بحث جغرافیایی قدیر. اما جغرافیای انسانی قدیر، چقدر آدم در قدیر حضور داشتند؟ از 13,000 نقل شده تا 40,000، 80,000 تا 120,000 آدم در برنامه قدیر در محل که پیامبر حاجیان و مسافران مکه را بعد از انجام مراسم به دستور الهی متوقف کرد، اونجا این جمعیت حضور داشته. من همه را فرصت نیست اسنادش عرض بکنم. در بعضی از روایات داریم و قد کان معه فی حجۃ الوداع قریب من 40,000. ابن کثیر میگوید در حجۃ الوداع نزدیک 40,000 آدم با پیامبر بودند. حج مع رسول الله من اهل المدینه و اطراف المدینه والاعراب 70,000 انسان او یزیدون على نحو عدد اصحاب موسی از 70,000. تبرسی در کتاب احتجاج میگوید 70,000 حاجی در مراسم غدیر امرای پیغمبر بودند. خوب است من عدد دیگری را از زبان همسر رسول الله و ام المؤمنین عایشه نقل بکنم که از قول این همسر و یار پیامبر نقل شده. ان عایشه ان رسول الله عام الحج خرج الى الحج عام حجۃ الوداع. پیغمبر در سال حجۃ الوداع از مدینه خارج شد الى الحج فی 90,000. 90,000 حاجی و همسفر امرای پیغمبر بود. روایت 120,000 هم در منابع وجود دارد. شما تاریخ اسلام ملاحظه بفرمایید. جوانان، اندیشمندان، متفکران، در 23 سال پیغمبر در کدام مجلس برای 90,000 نفر سخنرانی کرده؟ بی سابقه است. یک بار در تاریخ است، اونم در بیابان، اونم حاجیه که اعمال حجش انجام داده، قلب و جانش پر کشیده برای برگشتن در کنار کانون خانواده. ما تجربه داریم، شما تجربه دارین، آدمی که مسافرت می رود، اونم سفر زیارتی، اعمالش انجام می دهد، دل و وجود و جانش برای ملاقات و دیدار با خانواده لحظه شماری می کند. پیامبر 90,000 تا 120,000 حاجی را در یک نقطه اونگونه حساس جمع می کند. حدود مزایا و ویژگی های جریان قدیر بسیار بالاست. یکی این که در راه بازگشت از مکه است، یک منزل قبل از تقاطع چند جاده در جحفه و محل متفرق شدن جمعیت است. در نقطه پیغمبر این برنامه را برنامه ریزی کرد که دیگه حاجی ها باید از همدیگه جدا شوند. این یک ویژگی. ثانیاً در کنار درختان سرسبز و کهنسال، اون مسیر مسیر گرم و معمولاً
پر از سنگلاخ است. یک نقطه ای را انتخاب کرد که درختان کهنسالی دارد، شبیه درختان چنار در اونجا وجود داشت که برگهای بلند و قامت بلند و انبوهی داشت تا سایبان خوبی برای مسافران خسته باشد. مسئله سوم، این مراسم یادآور مراسم هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری است که در قبل از این سال بازرگانان و مسافران در اونجا گاهن همدیگر ملاقات می کردن و برنامه ریزی می کردن. از اینها که بگذریم به اون نکته اساسی می رسیم، نفس سخنرانی و خطابه ای را که پیامبر در این سرزمین ایراد کردن، این خطابه را اگر بخوانیم که به دسترس است، در 9 فراز است. هر فرازی یک بخش عظیمی است. من باورم این است پیغمبر شاید سخنرانی طولانی به اندازه سخنرانی قدیر نداشته باشد. اینه به عنوان یک برداشت عرض میکنم. عباراتش استثنایی است. اجازه بدین من گوشه ای از این خطبه را بخوانم. الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. بخش اول یا بخشی از بخش اول بحث توحید است، ستایش خداوند. بخش مهم، و اقر له على نفسی بالعبودیه. پیغمبر می فرماید من در پیشگاه خدا اقرار به بندگی می کنم و اشهد له بالربوبیه، به وحدانیت و به خدایی خدا شهادت می دهم. و اعدی ما اوهی بهی الی، اون چرا که به من وحی شده او را ادا می کنم و انجام می دهم. حذرم من ان لا افعل فتهل بهی منه قارعه. می گوید اگر این ماموریت بزرگ را انجام ندهم، نگرانم عذابی از جانب خدا سراغ من بیاید. لا یدفعها عنی احد، هیچ کسی جلو اون عذاب و اون قارعه را و اون حادثه را نمیتواند بگیرد. و این عظمت حیلتو و صفت خلتو، اگرچه خیلی جایگاه داشته باشد، با من رفاقت و دوستی داشته باشد، لا اله الا هو لانه، چی است برنامه یا رسول الله؟ لانه قد اعلمنی، خدا به من فهمانده، انی ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالته. پیغمبر می فرماید خدا به من فهمان و به من وحی کرد، اگر اون چرا درباره علی به من رسانده شده به مردم نرسانم، فما بلغت رسالته، من رسالتم را به کمال نرساندم. کافیست همین خطبه با دقت خوانده شود. و قد زمن لی تبارک و تعالی العصمت من الناس، می فرماید خدا ضامن است به من وعده داده از همه توطئه های دشمنان تو را حفظ می کنیم. خیلی ها از این برنامه ناراضی هستند، اما خدا به پیغمبر می فرماید والله یعصمک من الناس، خدا تو را از دشمنان و از مردم حفظ می کند. و هو الله الکاف الکریم، او خدایی است که از همه چیز می تواند بدل باشد و کفایت کند، و او کریم و بزرگوار است. فراز کوتاهی از خطابه قدیر را برای شما عزیزان به عنوان یک دلیل کامل اشاره کردم. بخشهایی از خطبه قدیر
جزو روایات متواتر است که همه محدثان و مفسران و مورخان اسلامی اهم از شیعه و سنی در طول تاریخ نقل کردند. دیگه بیش از این در نماز جمعه ایجاب نمی کند من صحبت کنم، انشاءالله باشه صحبت از غدیر و این عید بزرگ در برنامه هایی که انشاءالله در روزهای آینده در جمع شما مؤمنان، دلدادگان و عاشقان، عزیزان و فرهیختگان و عالمان و اندیشمندان مطرح می کنند. فقط از باب نمونه 3-4 نکته را عرض می کنم. مرحوم علامه امینی صاحب کتاب بزرگ الغدیر می نویسد بخش اصلی خطبه غدیر من کنت مولا فهازا علی مولا، همون بیان ولایت عهدی امیر المؤمنین علی ابن ابو طالب، ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین، دقت بفرمایین. ایشان می‌فرماید از 110 صحابی پیامبر نقل شده، یعنی 110 نفر از اصحاب پیامبر این جمله را نقل کردند که خودشان با گوششان شنیده بودند. مرحوم حاکم نیشابوری صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین که از نظر اعتبار در حکم صحیح بخاری و صحیح مسلم می باشد، روایت غدیر را تصحیح نموده و آن را مطابق شرط صحیحین دانسته، گفته اون چرا که در صحیحین موجود است شرایطش در روایت غدیر موجود است. بس است، نکته آخر مطلب فراوان است. مرحوم ذهبی پهلوان علم رجال در کتاب تذکرة الحفاظ از بزرگان اهل سنت در ذیل بیان شرح حال محمد ابن جریر طبری می نویسد چون ابن جریر به ابن جبی جریر این خبر رسید که ابن داوود به حدیث غدیر خم ایراد گرفته است، ابن داوود به حدیث غدیر ایراد گرفته بود، خبر رسید به ابن جریر، ایشان کتاب الفضائل را نوشت، یک کتاب نوشت برای ثابت کردن و صحیح بودن سند حدیث غدیر. گفت من یک جلد از طریق این حدیث را به روایت ابن جریر دیدم و از کار او و فراوانی طرق این حدیث به شگفت آمدم. پهلوان علم رجال ذهبی میگوید من یک جلد این کتاب ابن جریر وقتی خواندم از کار او تعجب کردم. اسناد جریان غدیر در منابع اسلامی قابل انکار نیست. امید است جامعه اسلامی با نگاه ویژه و اخلاص و اعتقاد بالا به جریان غدیر برای سعادت و خوشبختی فرد فرد از جهان بشر و جهان اسلام نگاه کنند. واژه‌هایی که در قرآن نسبت به بیان و معرفی این موضوع آمده است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. علما هستند. یک جمله عرض کنم، اینجا به جای ابلغ خدا به پیغمبر می فرماید بلغ، یا ایها الرسول بلغ. چرا؟ این نشانه ابلاغ قطعی و رسمی و مهم است. گاهی آدم سخنرانی میکنه، گاهی نه، پیام به معنای حقیقی میرساند، رسما میرساند و قطعا میرساند. خدا به پیغمبر میفرماید پیام را رسمی و قطعی برسان. اونقدر پیام مهم است با خواندن آیه 67 سوره مائده
بخشی از این بیان تکمیل می شود. و این لم تفعل، پیغمبر اگر این پیام را نرسانی، فما بلغت رسالته، این زحمات 23 ساله را به کمال نرساندی. انشاءالله هممان آماده میشیم برای تجلیل و برای شناخت از این برنامه بزرگ الهی، یعنی تجلیل از عید سعید قدیر خم. هیچ روزی به اندازه قدیر اطعام ثواب ندارد عزیزان من. الجنت و دار الاسخیا، بهشت خانه سخاوتمندان است. یکی از چیزهایی را که خدا دوست دارد اطعام و طعام است، اما اطعام در روز عید قدیر استثنایی است. امیدواریم که به اشکال مختلف با اخلاص انشاءالله این برنامه، مثل خیلی از برنامه هایی که با حضور شما مؤمنین، با حمایت شما دلدادگان و عاشقان الحمدلله نهادی نشده، مندگار شده و مورد توجه و تکریم قرار گرفته، برنامه قدیر خواندن و فهمیدن و فهماندن و تجلیل کردن انشاءالله به شکل هدفمند مورد توجه قرار بگیرد و در واقع مندگار و نهادی نشود و ارث ارزشمند و میراث ارزشمند برای آیندگان و نسل‌های آینده من و شما باشد. خدایا این عید را با همه برکاتش بر جامعه بشری و جامعه اسلامی و جامعه ما، خدایا با خیر و برکات قرار بده. ما را از فیوزات و برکاتت در این روز بزرگ بیش از پیش بهرمند بفرما. گام هامون در این مسیر ثابت و استوار و خدایا هدفمندتر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم به شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. فردا 15 ذی‌الحجه مصادف است با میلاد 10 اختر تابناک ولایت و امامت امام هادی صلوات الله علیهم اجمعین. در خطبه دوم بحث کوتاه از شخصیت حضرت در محضرتان تقدیم میکنم. دیروز 31 جوزا روز جهانی پناهندگان بود. نکات و تذکرات را در خصوص پدیده مهاجرت و همینطور اخبار و حوادث روز و مربوط به کشورمان در محضر عزیزان خواهم بود. اما
ضمن تبریک و مناسبت میلاد حضرت هادی علیه السلام اساره و در واقع خلاصه عرایزم درباره حضرت این است که اگر بخواهیم تربیت صحیح و ایدئال و پربازده را در جامعه اسلامی داشته باشیم، یکی از راه‌ها و طرق که مسون است و یقیناً مفید است و تربیت صحیح را میتواند نصیب جامعه ما بکند، هم از نظر اخلاقی و از نظر عقلی و شرعی، این است که تربیت و شیوه تربیت اهل بیت علیهم السلام پیشوایان معصوم را پیدا بکنیم و دقت بکنیم که راهش همین صحبت از مناسبت‌های ولادت و شهادت اونها است. تا خوی و منش و روش اونها را یاد بگیریم و به اون شکل خودمان و اطرافیانمان را تربیت کنیم. میدانیم امام هادی فرزند جواد الائمه نهمین امام علیه السلام است. وقت پا به عرصه جهان گشاد، در خانواده است که سراسر زندگیشان محبت است. اساسا دین محبت است. علی الدین الا الحب والبغض، دین جز دوستی و دشمنی نیست، دوستی دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا. محبت و مهر به کودک جزء اصول تربیت است. به همین دلیل است که مورخان می نویسند قدم به قدم، لحظه به لحظه، پدر بزرگوارش شگفت انگیز به این میوه دلش اظهار محبت می کرد. در دامان پدر با یکایکی از فضائل و ویژگی های شخصیتی پدر آشنا می شود و پدر لحظه به لحظه بر این فرزند برای تربیتش و زعامت و رهبری آینده اون ویژگی های اخلاقی خودش را منتقل می کرد. وقت امام جواد پدر بزرگوار مولود فردا یعنی امام هادی قصد حرکت به سمت عراق را داشت، گاهی آدم مسافرت میره، خب معمولا با عزیزانش خداحافظی میکنه، اونی را که دوست داره در آخرین لحظه با او خداحافظی میکنه. امام جواد به سمت عراق در حال حرکت است. امام هادی را که 6 سال بیشتر نداشت در آغوش گرفت، در دامان نشان، از او پرسید دوست داری از عراق چه هدیه‌ای برایت بیاورم؟ امام هادی تبسم کرد، فرزند 6 ساله، عرضه داشت شمشیر چون آتش. شخصیتش، برندگیش، اندیشه‌اش را با این برخورد و با این سوال و جوابی که داد به نمایش گذاشت. امام هادی در کودکی از نبوغ و زیرکی و هوشیاری استثنایی برخوردار است. در میدان علم و دانش بدون تردید ائمه ما سرآمد بودند. در طول حیات اون بزرگواران صحنه‌های علمی و معیارهای علمی را که داشتن بی‌نظیر است و گاهن و دیگرا گفته شده شرق و غرب عالم برویم، علم صحیح جز در کنار ائمه علیهم السلام جای دیگر پیدا نمی شود. یک جریان کوتاهی را عرض بکنم. امام هادی علیه السلام در سخنی به این گستره علمی و دانشی که دارند اشاره می کنند. می فرمایند اسم اعظم خداوند 73 حرف است. نزد آصف ابن برخیا
وزیر حضرت سلیمان و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک. نزد آصف ابن برخیا امام عالی فرمود یک حرف از 73 حرف بود، فرمود نزد ما 72 حرف از 73 حرف در اختیار ما هست. فرمود یک حرف در پیشگاه خداست به عنوان راز. آصف ابن برخیا با اون قدرت یک حرف از 73 را داره. امام عادی فرمود پیش ما 72 حرف است. صلاح علم ویژه امامت و مخصوص امامت در قالب‌های خاص با رساترین کاربرد و در جاهایی که نیاز بود مورد استفاده اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته. خواستم بگم که یکی از ویژگی‌های اون بزرگوار علم استثنایی و گستره دانش اونها بود و دیگر از ویژگی‌هایش حلم و بردباری بود. با اون عظمت، با اون علم بالایی که داشت، ویژگی‌های دیگری رم داشت که از جمله بردباری بود. به ویژه در شرایط خاص، در استکاک با نادانان و جاهلان و گمراهان خیلی حوصله داشتن، خیلی بردباری داشتن و از خلق نیکو استفاده می کردن. افراد بسیاری را با حلم و بردباری جذب کردن و هدایت کردن. لذا در بیان بسیار بلند و رسا فرمودن ان الظالم الحالم یکاد ان یوفا علی ظلمه بهلمه. آدم ظالم بردبار شاید به خاطر حلمش بخشیده شود. و ان الحق السفه یکاد ان یطفا نور حقه بسفهه. این با عنوان یک راکار در نظر بگیرین مهمانان نماز جمعه. فرمود انسان که به حق است اما نادان است، گرفتار سفاهت و بیخردی است، ممکن است نورش خاموش شود و حقش به خاطر نادانیش از دست برود. ما هم باید به آگاهی مجهز باشیم و هم به حلم و بردباری مجهز باشیم. امام عادی علیه السلام در هر یکی از این میادین صاحب خلاصه ویژگی هایی است که فرصت ایجاب نمی کند من اونها را عرض بکنم. هیبت و وقار آقا، زهد و پارسایی حضرت، سیره فرهنگی حضرت، سخنان حضرت، همه اینها فرصت می طلبد تا بتوانیم اینها را بشنویم. با شش خلیفه در طول حیات مبارکشان مواجه شد: معتصم و واثق، متوکل و منتصر، مستعین و معتز. همه اینها با همه قدرتشان آقا و امام ما را شکنجه کردند، اذیت کردند، اما اون بزرگوار در اون خفقان باز هم پیروانش را نجات داد و امروز نتیجه اون زحمات را شما در قالب این باور ماندگار و منظم و سربلند در سراسر جهان اسلام مشاهده می کنیم که غدیر یکی از تجلی‌های اون است. عاشورا و محرم که در پیشا پیش زمان که قرار داریم قرار دارد و یواش یواش آرام آرام به اون زمان می رسیم، نتیجه اون سبک و مدیریت مندگار امام عادی و فرزندان بزرگوار اون بزرگوار می باشد. گرامی می داریم این مناسبت را اشاره کوتاهی داشته باشم به دو موضوع دیگر. روز 31 جوزا، روز جهانی پناهندگان نام گرفته. یک دقتی درباره مهاجرت و پناهندگی داشته باشید عزیزان. چرا این همه آدم مهاجر می شوند؟
بی خانمان می شوم، آواره می شوم، فردا و شب را نمی دانم در کجا باید زندگی کنم. فعلا که در کنار هم در این مرکز عبادی قرار داریم، 79,500,000 نفر آواره هستند. اینها کسانی هستند که سازمان ملل به هویت اینها دسترسی پیدا کرده. شاید میلیون ها آدم باشد که آواره هستند، هنوز سازمان ملل اونها را ثبت نکرده. اونی که ثبت شده 79,500,000 آدم است. روز جهانی پناهندگی یا پناهندگان روزی است که باید به یاد بیاوریم این همه جمعیت زندگی ندارن، برنامه ندارن، گاهی در دریاها غرق می شوند، گاهی در کمپ ها به شکل نامشخص و نامعلوم در گرسنگی و خشونت به سر می برند، گاهی در مرزها بازداشت می شوند، گاهی از طرف افراد تهدید به اخراج و دپورت می شوند. چرا این همه جمعیت مهاجر می شوند؟ نکته اساسی چیست؟ هر یکی از اینها انسانند، زندگی اینها کتابی است. اگر دوربینی می بود کره زمین را می توانست از بالا ثبت کند، میلیون ها انسان به عنوان آواره ثبت می شد، نه تنها 79,000,000. همه اینها به یک دلیل مهاجر می شوند. در هر دقیقه 20 نفر از جنگ به سمت آوارگی حرکت می کنند. نفرین و مرگ بر جنگ و عوامل جنگ. ما به عنوان دفاع از آوارگان اعلام میکنیم، شعار ما این است: باید بر جنگ پیروز شد، نه در جنگ پیروز شد. اگر در جنگ کسی پیروز شد، فردا دیگری پیروز میشود. دنیا برای آرامش باید بر جنگ پیروز شود. در هر دقیقه 20 نفر برای فرار از جنگ، آزار، اذیت، وحشت، از کشوری، از نقطه‌ای به جای دیگری پناهنده می شوند که از نظر اونها امن است. جای دلیل مهاجرت آزارهای نژادی است، درد است، مسائل نژادی. جای آزارهای مذهبی است، جای داشتن عضویت در یک گروه اجتماعی است. گناهی نیست آدم در یک حزبی، در یک جریانی عضویت داشته باشد. دعای داشتن عقاید خاص سیاسی است. به این دلایل مردم مواجه با مهاجرت می شود. عرضم جمع کنم، طبق آمار پناهندگان 90% جمعیت پناهنده افغانستان، یعنی تقریبا ما در ردیف بالای کشورهای هستیم که مهاجر داره در کنار سوریه. 90% مهاجران کشور ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان هست زندگی میکنن. 10% همه مهاجرین ما در کشورهای غربی زندگی میکنن که بیشتر آنها پس از سقوط جمهوریت تحت عنوان انتقال کارمندان محلی یا نجات افراد در معرض خطر به اون کشورها پناهنده شدن و مهاجرت کردن. امیدوارم که ریشه مهاجرت در جهان، مخصوصا در افغانستان، بررسی شود و انشاءالله کنترل شود و به لطف خدا خوشخوانده شود. این یک مسئله است. ما از کشورهای مهاجر پذیر ضمن تشکر انتظار داریم با مهاجرین با محبت و
مواجه نشوند. مسئله دیگری را که لازم می‌دانم مطرح کنم، میزان فقر است که یکی از دلایل مهاجرت است. اوچا یا برنامه جهانی غذا در آخرین گزارشی که در مورد فقر در افغانستان نقل کرده، بازم واقعا شنیدنش تلخ است، می نویسد 12 میلیون نفر. ما بالای 30 و چند میلیون جمعیت داریم در افغانستان. 12 میلیون نفر در افغانستان نمی دانند وعده بعدی غذاییشان از کجا می آید. شما حس کنید که کسانی هستند اگر غذایی چاشت خوردن دیگه برای شب یا فرداشان نمی دانند چی بخورن و از کجای غذاشان تهیه بشه. 12 میلیون جمعیت در افغانستان در این وضعیت است. این یکی از عوامل مهاجرت و همه می دانیم فقر بدترین پدیده و آفت اجتماعی در میان جامعه است. و تعبیر معصوم فرمود که ها دن یکون کفر. خب شاید بعضی ها بگن ذاتن مردم ما فقیره، کشور ما فقیره، اینجوری نیست. فقر یک پدیده ذاتی نیست، فقر محصول بی‌برنامگی است، نتیجه عدم مدیریت و بی‌کفایتی است. وقتی مدیریت نبود، برنامه نبود، جامعه گرفتار فقر می شود. چه عواملی در افغانستان مردم را به اینجا رسانده؟ من این عوامل را عرض بکنم و نماز جمعه را بیش از این طول ندهم. یک، ناامنی های طولانی، جنگ ها و درگیری های که علاوه بر خسارت های جانی و مالی آثار منفی را بر جای گذاشت. یکیش همین مهاجرت ها و یکیش همین فقر است که فقر تبدیل شد به مهاجرت. گرسنگی، نبود امنیت غذایی، مردم این سرزمین را سالانه به دیار مهاجرت وادار می کند. دو، نبود زیرساخت تأسیسات اقتصادی. باید کارهای زیربنایی شود در راستای رشد و شیرگفتگی اقتصاد تا مردم از فقر نجات پیدا کنند. متاسفانه در افغانستان تأسیسات زیربنایی در طول تاریخ در دوران همه دولت ها اونگونه که باید نشده. ما امیدواریم که با استفاده از تجارب گذشته کارهای اساسی، زیرساخت ها، زمینه تولید، زمینه کار برای همه مردم فراهم شود. این وظیفه دولت هاست. تکبیر الله. نکته مهمتر، پیگیری و برنامه ریزی برای اینکه افراد این کشور درآمد ثابت داشته باشند. بیکاری و عدم درآمد ثابت باعث آوارگی است، باعث فقر است. یک انسان باید کارمند شود، بیشه و کسب و درآمد داشته باشد. جوانی، دوران تقاعد و بعد از تقاعدش همش تأمین باشه. در روایات، در دعاها داریم خدایا زندگی ما را در آخر عمر با ثبات بیشتر قرار بده. این لازمه زندگی و مدیریت است. و تبعات این فقر از عواملی که می‌تواند ما را واقعا به آوارگی بکشاند وابستگی دائمی به کمک‌های خارجی. کشورها خسته می‌شوند، زده می‌شوند از کمک کردن، همونطوری که افراد خسته می‌شوند. در یک مقطع باید کمک گرفت، سیلابی، زلزله‌ای، وبایی، نه اینه که در طول زندگی ما محتاج دیگران باشیم. و همینطور باید وجود انواع مفاسد
اجتماعی را در جامعه دلیل دیگری از فقر بدانیم. رشوت، حرامخوری، درآمدهای نامشروع، اینها زمینه ایست برای فقر و برای آوارگی. تأثیرات بسیار مخرب بر روح و روان جامعه دارد. مسئولیت همه است، مخصوصاً حکومت‌ها مسئولیت کلانشان در قبال جامعه مبارزه با فقر، برنامه‌ریزی مدون و سازمان یافته است که متأسفانه حکومت‌ها در این قسمت مسئولیت خودشان را به شکل احسن انجام ندادند و راهش سپردن مسئولیت‌ها است و متخصصین و افراد متعهد بدون در نظر داشت مسائل قومی، زبانی، مذهبی تا این جا به جایی و تا این رندمان مندگار و اصیل و عملی صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی آوارگی و دست پیش مردم دراز بودن مدیریت نمی شود. امید است مثل همه سخنانمان، مثل همه روشنگری هامان، اینها هم در مسیر عزت و سربلندی ملت و جامعه و دولتمان تلقی شود که با همین نیت مطرح و گفتگو و گفتمان می شود. خدایا مشکلات جهان اسلام، مشکلات ملت ما را به احترام عید سعید قدیر خم برطرف بگردان. صاحب از زمان برسان. خدایا امنیت کشور ما بیش از پیش کامل تر تأمین بفرما. ملت و دولت ما در محوریت قرآن و در محوریت دستورات پیامبر و همدیگه مهربان تر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا.